بسم الله الرحمن الرحیم. امروز روزی شنبه هست، 21 فروردین ماه 1401، جلسه 12 درس روش عناصر محدود هست که در خدمت عزیزان هستم. شاید لازم باشه برای برقراری انسجام بین مطالبی که امروز میخوام بگیم و مطالبی که جلسات بعد و حتی تو درس ریاضیات داریم معرفی بکنیم که ارتباطی برقرار بکنیم و انشاءالله سعی کنیم مطلب رو ادا کنیم. به طور کلی اگر خاطرتون باشه تو درس ریاضیات عالی مهندسی مقطع کارشناسی ارشد گفتیم هدف ما از تلاش در ریاضیات کاربردی حل معادله است. در پاسخ به این سوال که ما چند نوع معادله داریم، ما گفتیم 5 نوع معادله داریم. معادلات جبری، معادلات ODE، معادلات PDE، معادلات IE و بالاخره معادلات ترکیب. در پاسخ به این سوال که ما تا الان دنبال حل معادله بودیم کدام یکی از اینها رو دنبال میکردیم، یعنی مسئله ما چه نوع معادله برش حاکم بود که تا الان بهش پرداختیم و امروز و جلسات آینده قرار داریم رو چی صحبت بکنیم. گفتیم اگر چنانچه این 5 نوع معادله رو با 3 تا مفهوم ترکیب کنیم چه تا تاپیک تولید میشه؟ این 3 مفهوم چی بود؟ سینگل ورسس سیستم، لینیر ورسس نان لینیر، انالیتیکال ورسس نیومریکال. خوشبختانه در روش عناصر محدود برخلاف ریاضیات عالی مهندسی مقطع دکترا همش انالیتیکال بود، تو در روش عناصر محدود همش نیومریکال، یعنی همش و پسمند و پیشمند نیومریکال کار داره. تا الان بچه ها شبکه آ، شبکه ب، شبکه خرپا، شبکه فنن که تحلیل شد، روی کرد ما برای تحلیل و معادله حاکم بر مسئله معادله جبری بود. حالا ما میخواییم شروع بکنیم به این سوال پاسخ بدیم که اگر چنانچه مسئله ما دیسکریت نبود، پیوسته بود، عنوان سمپل پرابلم میخواییم یک مسئله رو مطرح کنیم و با انواع و اقسام روش ها حلش بکنیم و بعد ببینیم این روش ها چجوری با این مسئله واحد قابل مقایسه با هم هستن. فرض کنید یک تیری داریم، یک سر تیر مفصله، یک سر تیر قلتک. دهنه این تیر رو به ما دادن، سختی خمشی این تیر رو هم به ما دادن. فعلا برای این مسئله فرض میکنیم که مقدار سختی خمشی در طول تیر ثابته، ولی میتواند سختی خمشی در طول تیر هم متفاوت باشه. لطفا با حوصله با دقت به جملات توجه داشته باشید، ببینید پیامدش چی هست، جمله چی بود،
سختی خمشی توی این مسئله مقدار ثابتی داره، ولی میتواند سختی خمشی متغیر باشه با مکان. تکیگاه تکیفش روشن شد و بارگذاری ما از جنس لنگر متمرکزی هست که دو سر عمل میکنه، مقدارش هم ثابت. یعنی ما یک تیری داریم که شروع کردیم در محل تکیگاه ها، دو لنگر متمرکز وارد کردیم. میخوایم ببینیم دیفلکشن این تیر در نقاط مختلف چقدر. پس بنابراین بیاید همون تو چارچوب فلوچارت فکر کنیم. تبیین هدف، هدف رو تبیین کنیم. هدف ما رو معمولا میگه میخوام هدف رو توی این مسئله تبیین کنیم، باید بگیم که چی به ما داده شده، چی از ما خواسته شده. given L geometric property به ما داده شده، طول دره. سختی خمشی هم به ما داده شده. ER. و لنگر متمرکزی که در ابتدا و انتهای تیر هم اثر میکنه به ما داده شده و بالاخره طبیعت ساپورت نیچر آف ساپورت. یه طرف مفصله، یه طرف قلعک. چی از ما خواسته شده؟ از ما خواسته شده که بریم دیفلکشن این تیر رو در نقاط مختلف تیر دست بریم. بعد که دیفلکشن رو به دست آوردیم، با داشتن دیفلکشن میدونیم که بچه های سازه یکی از اهدافشون توی کلیه کارهاشون محاسبه دیسپلیسمنت فیلد، یه جورای دیسپلیسمنت فیلد دیگه، جا به جایی هست، بارگذاری رو بهشون میدن و دیسپلیسمنت رو از چون میخواد. دیسپلیسمنتی که داشته باشن با دیسپلیسمنت میتونن برن و میدان نیروی رو به دست بیارن. ما هم توی رشته آب اگه میدان سرعت رو بهمون بدن، با داشتن میدان سرعت میتونیم بریم میدان فشار رو به دست بیاریم. یه جورایی مثل اینکه بگیم کینماتیک که بهمون بدن، میتونیم بریم دینامیک رو به دست بیاریم. این جوری ببینیدش قضیه رو. اولین سوالی که تو ذهن ما شکل میگیره این هست که شاید اینها بخشی از مدل مفهومی هست که باید در این مسئله بسازیم. این هست که بگیم این سطح چجوری به این سطح مربوط میشه؟ یا حتی قبل از اینکه این سطح رو به این سطح مربوط بکنیم، یه مقداری بیایم تحلیل کنیم. مثلا بریم نمودار لنگر خمشی رو بکشیم، نمودار نیروی برشی رو بکشیم که از چی داریم اینها رو؟ از استاتیک و دینامیک و اینها داریم. بعد بحث ثابت بودن امزی رو مطرح کنیم. What happened اگر امزی رو یه تابعی از زمان باشه رو مطرح کنیم که حالا همه اینها میتونن موضوعیت داشته باشن. این عملا فنر ما یه حالت دینامیک پیدا بکنه، یا این تیر ما. و بعد بگیم خب حالا تقریبا روشن شد که چی داریم، چی میخواییم،
و بعد بگیم میخوام این مدل مفهومی رو تبدیل به مدل ریاضی کنیم. ابزار ما برای تبدیل مدل ریاضی، مدل مفهومی به مدل ریاضی، دروسی هست که کجا خوندیم؟ کارشناسی خوندیم. مهمترینش برای این مسئله درس مقام رسانه هست، مکانیکس آف دیفورمبل بادیز. اگر چنانچه برگردید به آموزه های خودتون توی درس مقام مساله یا مکانیکس آف دیفورمبل بادیز عنایتی داشته باشید، خواهید دید که گوهنه ایکویژن برای این مسئله هستش دی آی دی دوی فی به دی اکس دو مساوی هست با ام زیرو. یا دیه دوی به دی اکس دوی ای آی دی دوی فی به دی اکس دو مساوی با امیگای که صفر اینجا. خب اگر این معادله رو بگیرید پرایمریتون میشه چی؟ فی. سکندریتون میشه چی؟ دی فی به دی اکس. اگر این معادله رو بگیرید اینجا پرایمری که داده شده از منظر تقسیم بندی شرایط مرزی به این میگیم اسنشال اور جیومتریک باوندری کاندیشن. ترجیح ما این هست که به جای که اینها رو بگیم که یادمون نمیره تو دیسیپلین‌های مختلف، بگیم شرایط مرزی از نوع اول باوندری کاندیشن آف دی فرست تایم. شرط مرزی نوع دوم چی بودن؟ که به ما سکنداری داده بشه. شرط مرزی نوع سوم چی بود؟ نه پرایمری نه سکنداری، بلکه ترکیبی از اینها به ما داده بشه.
برای این مادر دومی هم که بچه سازه بیشتر باقی آشنا هستن تا این مادر درزی چهاره بیشتر باش معروسن، باید چهار تا شرط مرزی، دو تا این طرف، دو تا این طرف بدیم. خب فی در صفر چقدره؟ صفر. ولی دی فی به دی اکس به ما داده نشده. دی فی به دی اکس چیه بچه ها؟ اگر چنانچه من برم دی فی چنکر رو برای بکشم، دی فی به دی اکس عملا در اینجا میشه این، دی فی به دی اکس در اینجا هم میشه که نمیدونیم چقدره، اینجا هم نمیدونستیم چقدره. اسلوپ دیفلکشن کر در هر نقطه‌ای سکندری وریبل ما هست توی این معادله. توی این معادله فی و دی فی به دی اکس پرایمری هم، دی دو فی به دی اکس دو و دی فی سه فی به دی اکس سه سکندری هستن. به طور کلی اگر ما رو مرتبه معادله این باشه، خواهش کنم دقت بکنیم، سخت و خام ساده دیم. اگر مرتبه معادله n باشه، n دومش پرایمریه، n دومش سکندری. خب اینجا باید بگیم اطلاع دوم ما این هست که به ما دی دوی فی به دی اکس دو داده شد. دی دوی فی به دی اکس دو در اکس مساوی با صفر، حالا علامت لنگر از یک کتاب به یک کتاب دیگه چطوره؟ فرق میکنه، ولی بیشتر کتاب ها اجماعی که روی لنگر مثبت دارن نسیمگن لنگری مثبت هست که بالا کش فشار و این کشش، که این میشه چی؟ مثبت میشود مساوی با ام زیرو روی اینا. نه این میشود جنسش باوندری کاندیشن آف دی فرست کایند، این میشه باوندری کاندیشن آف دی سکند چون سکندری. این طرف فی در ال صفر و دی دوی فی به دی اکس دو در اکس مساوی با ال هم هستش ام زیرو روی ای آن. اگر چنانچه شما برید و شروع بکنید این معادله یا این معادله رو حل بکنید، یادتون بود که گفتیم سینگل ورسس سیستم، لینیر ورسس نان لینیر، انالیتیکال ورسس نومریکال، خوشبختانه هم این معادله هم این معادله مربوط به حل انالیتیکال، یعنی ما میتونیم انالیتیکلی حلشون بکنیم و فی از فانکشن آف اکس رو به دست بیاریم. علتی که من این مسئله رو انتخاب کردم همطوری با من جلو میره به خاطر این هست که من انالیتیکال سولوشن دارم، میتونم یه ارزیابی از روش عددی هم داشته باشم. بچه ها به این نحوه نگارش مسئله میگن دیفرنشال فرمولیشن یا استرانگ فرمولیشن.
به این نگاه نحوه نگارش مسئله، تبیین صورت مسئله میگن دیفرنشیال فرمولیشن. هر مسئله‌ای که تو سازه دارید
دو نوع فرمولیشن داره. یه فرمولیشن دیفرانسیلی که اینه و یه فرمولیشن انتگرالی. آیا بدونی فرمولیشن انتگرالی به چی تو ساز مربوط میشه؟ موقعی که شما از کار مجازی استفاده میکنی، موقعی که از وضعیت کاسکیپلیانو استفاده میکنی، موقعی که از انرژی پرینسیپال استفاده میکنید برای تبیین معادله حاکمه، آیا بدونیم ما میتونیم دیفرنشیال فرمولیشن تبدیل به اینتگرال فرمولیشن کنیم؟ یا زیر این اگر چنانچه خواستیم یک عنوان دیگر بنویسیم چی بنویسیم؟ خوشبختانه اینجا هست که حساب تغییرات وارد معرکه میشه. من نگاه کردم دیروز اولین جلسه حساب تغییرات، ببینم تا الان چند نفر این جلسه رو دیدم. دیدم رکورد سامانه آپارات من با اولین جلسه حساب تغییرات شکسته شده. یعنی از همه ویدیوها تعداد مشاهداتش بیشتر بوده جلسه اول. تو جلسه اول حساب تغییرات چی گفتیم؟ اولین جلسه حساب تغییرات گفتیم یه سری مسائل هستن که موقعی میخوای شروع بکنی صورتشون رو تبیین بکنی، معادله حاکمه یک کنشمند میشه. مثلا دو نقطه داریم، دو نقطه رو ببین آید دبیر بتونیم به هم بس کنیم. کدام یک از این گزینه ها طول این منحنی رو کمی نمیکن؟ یا یک کابلی داریم، به این دو نقطه حاویزش کردیم، شکلی که این کاب به خودش میگیره چند؟ یا اون کلیپی که براتون ارسال کردیم، یه نقطه اینجا داریم، یه نقطه اینجا داریم، به بی‌نهایت طریق میتونیم دو تا نقطه رو هم وصل بکنیم. یه گلوله گوشتیم اینجا، روی یکی از منحنی ها رو باز کردیم. شکل منحنی چه باشد تا زمانی که این گلوله از نقطه شروع برکرد میکنه تا به این نقطه برسه کمی نمیشه. دیدیم این مسائل مستقیماً به معادله میانجامه که مشغول ما، یعنی معادله واقعاً نیست، معادله هم نیست، در واقع کنشمنده. که اگر یادتون باشه ما گفتیم شکلش اینجوریه: های از فانکشن ها فی اکس مساویه با اینتگرال از x1 تا x2 f x فی x و فی پرایم x. حساب تغییراتی که شروع کردیم، خواهش کنم دقت بکنیم، حساب تغییراتی که شروع کردیم با این شروع کردیم، بعد آمدیم شرط لازم برای مانای این رو هم گفتیم. این رابطه معادله نیست، یعنی نمیگیم ما دنبال فی میگردیم که منجر به ارزای این رابطه بشه. اصلا این غلط یه حرفه که بگیم ما دنبال فی میگردیم که توی معادله صادق باشه. حرفی توی معادله صادقه. چرا؟ چون به جای فی که عدد بذاری، یه تابع بذاری، یه عدد بهت میده. منتها ما که دنبال اون عدده نیستیم، ما میگیم چه فی اینجا بذاریم که های رو، یعنی عدده کمینه بشه. حالا سوالی که میخوام امروز مطرح کنم این است که این چجوری به این معروف میشه؟ اصطلاحاً به این میگیم variational formulation. هر
ولی توی مکانیک محیط‌های پیوسته دو نوع فرمولیشن داره، یا دیفرنشیال فرمولیشن یا ویتد اینتگرال فرمولیشن. آن شریفی گفت چی شد اینجا گفتی وریشنال فرمولیشن، اینجا میگی ویتد اینتگرال فرمولیشن، موضوع چیه؟ می‌نویسمش توضیح میدم باشه. آیا بین ویتد اینتگرال فرمولیشن و وریشنال فرمولیشن تفاوتی وجود داره؟ چه ضرورتی داره که ما بریم تا
تبدیلش به ویک فور کنیم. حالا ویک فور یا از جنس وریشناله یا از جنس ویتن اینتگرال. چه ضرورتی داره؟ توی یادداشتی که خدمتون داره دو صفحه هم هست، هشتا حسنه عنوان یادداشت هستش differential formulation versus چی؟ variational formulation. و برای این دو صفحه آمدیم برای این مسئله differential formulation نوشتیم، بعد رفتیم تبدیلش به variational formulation هم کردیم و بعد گفتیم که این variational formulation در مقایسه با differential formulation از این محاسن برخورداره. ما برای اینکه برسیم به این محاسن، یعنی یه مقداری فراتر از این دو صفحه بریم جلو، بگیم مصادیق این محاسنی که اونجا اشاره کردیم چی هست، برمیگردیم به این سوال پاسخ میدیم. How could it be possible to convert differential formulation into variational formulation or a typical functional؟ این سوالی که پرسیدم تو نقط و قلمه کدومیشه؟ قدم یک discretize the computational domain into finite element. قدم دوم select interpolating function over a typical element. قدم سوم که تو مسائل جبری میگفتیم چی؟ میگفتیم applicable نیست، ولی الان باید بگیم حقی که به هست، چون معادله ما یا بودیگی یا پیدیگی. قدم سوم این بود که convert differential formulation into either variational formulation or weighted integral formulation. من این استپ سه رو به صورت قرمز بنویسمش و بعد شروع کنم روش مناور بدم. استپ سه convert differential formulation into either variational formulation چرا نشیم ایده اور؟ الان گفتم تو این همین جلسه ها چرا نمیشنم ایده اور فور؟ Any comment؟ اشاره ای داشتم، گفتم ما هر دیفرنشیال فرمولیشن میتونیم به ویکتد اینتگرال فرمولیشن تبدیل کنیم، ولی هر دیفرنشیال فرمولیشن نمیتونیم به وریشنال فرمولیشن تبدیل کنیم. در مخاطر دستمون باز گذاشتیم که اگر نتونستیم دیفرنشیال فرمولیشن رو به وریشنال فرمولیشن تبدیل کنیم، بگیم این هنوز دستمون باز این کار رو کنیم. دو تا نوت دیگه هم بهتون دادم، هر کدومش 9 صفحه است. نوت اول مقایسه روش ریتز هست با روش فنت المنت. نوت دوم مقایسه روش متد ویتد رزیدوال هست با فنت المنت. 9 صفحه از هر کدومش. اولی هم که ریتز گذاشته بودم برای ریویژن زدم، کس فهمید تفاوتشون چیه؟ آی دکتر اون تعداد استپاش بیشتر فکر میکنم تعداد سر نه دو تا تفاوت
یعنی تو اون مودیفاید ریسی که فرستادم دو تا نکته اصلاح شده بودی، دو تا نکته خیلی ساده کسی دریافت نکرد تفاوت سر سالتو مشلسیدن؟ نه تو اولین فایلی که براتون فرستادم ماتریس ذرائب رو علامت مد زیرش نذاشته بودم. فی حد رو میگی مد نذاشته؟ نه مد، اون مدی که زیر کاها هست. یه اشتباهی هم کرده بودم که اشتباه هم اصلاح کردم. توی یه جایی تو متنی که مثلا یه جاهاش بود باید بنویسم ایدر او دی ای و پی دی ای، هر دوتا نوشته بودم پی دی ای. این دوتا اصلاح رو انجام دادم. شما میتونید توی ورد، حالا توی پی دی اف نمیدونم، ولی تو ورد میتونید فایل ها رو با هم مقایسه کنید. این دوتا تفاوتی بود که فایل اولی ریس و فایل دومی ریس داشت. پس فقط که ها یک پانمون چیز پیدا کردن، مد پیدا کردن که ما ماتریس رو معمولا اونجوری نشون میدیم، و بعدم توی متنم یه جایی نوشته بودم پی دی ای ان پی دی ای، این باید بشه او دی ای ان پی دی ای. استاد باید دقت کنه. No way! اگر باید دقت نمکنی برگرد تجدید نظر کن. فقط بنده هاشو خوندیم که تفاوت هاش کرده هستش بودیم. من یه مطلبی که انشاءالله پیشبینی کردم این ترمی مقداری بیشتر از این 25 سال بهش بپردازم، البته نمیدونم سکرا خانم مهندس ریاضی یه بار دیگه داشتی شما؟ بله دو بار ریاضی داشتی؟ شاید خانم مهندس غلامی هم قبلا با این موضوع برخورد کرده باشه. کتاب آقای پدید صفحه 65 که الان امروز بهش هم میپردازم یه پاراگراف داره، صفحه 65 کتاب آقای ردی، لطفا بنویسینش و بعد بهش مراجعه کن. پیج 65 کتاب آقای ردی نشر 2006 که توی کالکشن که بتونم دادم هست. تا نموزم من میخوام همین انجام بدم و بعد بگم و چیزی میخوام اضافه تر بگم چیه، که همون موقع هم که خانم از غلامی درس ریاضی داشتن تو اون دوره به اونم پرداخت. آقای ریدی میگه اگر چنانچه شما میخواید دیفرنشال فرمولیشن رو تبدیلش بکنید به وریشنال فرمولیشن، بای فانکشنالتون باید دو تا ویژگی داشته باشه، هم بایلینیر باشه هم سیمتریک باشه. و اون لی به اصطلاح جمله دومتون فانکشنالتون یه خشب داشته باشه، لینیر باشه، که حالا الان به صورت رسمی به دست میاد. اگر بایلینیرتون سیمتریک و لینیر بود و فانکشنال الیتون هم لینیر بود، میتونید برید از این فرمول استفاده بکنید و ریشنال فرمولشون به دست بیارید. بعد میگه اگر چنانچه این شرط ها نبود، به دو تا رفرنسش ارجاع میده توی پاراگراف صفحه 65 که ما دو سه دانشجو توی این دوره زمانی 25 ساله گذاشتیم، چون این دانشجو هم تواناییاشو فرق میکنه به لحاظ تحقیقی، طبیعی هم هست. بعد از دو ماه آمدن گفتن آیا ببینید ما تمام صفحات این دو تا رفرنس رو زیر رو کردیم، هیچ اثری از این حرفی که آقای ردی زده هر دوتاش هم رفرنس خودش هم پیدا نکرد. کاری که ما انشاءالله این ترم بخواهیم انجام بدیم که بعد تو آپارات هم بار بزاری کنیم، معرفی
قضیه هست به نام قضیه وایبرگ که جامعه هست، مانع هست و شما میتونید دیفرنشال فرمولیشن رو تبدیلش بکنید به وریشنال فرمولیشن، ولی هنوز رو حرفی گفتنش لازمه. اون حرفی که زدم و بعدم خواهید دید کجا کجا نشون میده این است که تمامی معادلات دیفرانسیال قابل تبدیل به وریشنال فرمولیشن نیستن. یه تعدادشون که حالا اون یه تعدادشون که هستن پاراگراف صفحه 65 داشته باشید که اینجور هم بعدم من میپرزم برش. یه سری معادلات دیگه هم هستن وریشنال فرمولیشنشون میتونید بنویسید، منتها نه از طریق روش ربی بلکه با استفاده از قضیه واینبرگ. من الان میخوام شروع بکنم به این سوال پاسخ بدم. خواهش می‌کنم سوال توجه کنید. چجوری امکان داره این رو تبدیل بکنیم به وریشنال فرمولیشن؟ موقعی که من میخوام این رو تبدیل به وریشنال فرمولیشن بکنم، باید بین دو گزینه هم تمایز قائل بشم. گزینه اول، آیا میخوام این رو تبدیل بکنم به وریشنال فرمولیشن رو کل دومین، یا میخوام این رو تبدیل به وریشنال فرمولیشن بکنم روی هرمان؟ موقعی که میخوام برم این رو تبدیل به وریشنال فرمولیشن رو کل دومین بکنم، یه مسیر رو دنبال میکنم. موقعی که میخوام این رو تبدیل به وریشنال فرمولیشن رو کل هرمان تبدیل کنم، یه مسیر دیگه. اونی که رو هرمانه به فرند الیمنت میانجامه، اونی که رو کل دومین هست اگه وریشنال باشه میشه روش ریتس، اگر چنانچه weighted integral formation باشه میشه method of weighted residual. حالا خانم مهندس صادقی میگه خیلی قاطی شدی، خیلی شیر تو شیر شد، من نفهمیدم شما چی گفتی. شاید هم فهمیده باشه ها، ولی به شدت درس حساب تغییرات اینجا راه گشاست. خیلی خلاصه فعلا برای که من سیر تکاملی رسیدن به فنیت المنتو بگم، تبدیل این معادل یا این معادله رو رو کل دومینی هم تبدیل به وریشنال فرمولیشن، همین قابل تبدیل به وریشنال فرمولیشنه. همین چه کارهای باید بکنیم برای که به این قرمزه جواب بدیم؟ بفرمایید. روش میتود آف ویتد رزیجوال فرقش با ریتس رو گفتید اون رو کل دامنه هست؟ نه، متد ویتد رزیجوال وریشنال فرمولیشن ندارد، ویتد اینتگرال فرمولیشن روش ریس وریشنال فرمولیشن. بس سوال دوم، البته قبلا گفتین جسارت میکنم مجدد میپرسم، بای لینیریتی و فرش با لینیریتی الان این قرمز ها که نگاه کنید، فعلا من میخوام بگم این دیفرنشال فرمولیشن چجور به وریشنال فرمولیشن تبدیل میشه. عکسش شما میدونید، اگه وریشنال فرمولیشن داشته باشید میدونید چجور تبدیلش به دیفرنشال فرمولیشن کنید، ولی نمیدانید اگه دیفرنشال فرمولیشن داشته باشید چجور تبدیلش کنید به وریشنال فرمولیشن. سه تا استپ دفعه فرمایید، سه تا استپ رو انجام میدیم که دیفرنشال فرمولیشن رو تبدیل بکنیم به وریشنال فرمولیشن. استپ یک، میایم نان هوموجینیس ترم رو که اینجا برای این یکی M0 هست، نان هوموجینیس ترم برای این چیه؟ صفر. هیچ. میاریمش این طرف و طرفین معادله رو در یک تابع وزنی ضرب میکنیم، از صفر تا L اینتگرال پس ما باید میان میگیم دی دوی فی به دی ایکس دو ای آی منهای ام زیرو بچه مقدارش چقدر؟
صفره ها؟ ولی نمیسی صفر را میان این رو ضرب به تاره وزن میکنیم و روی کل دامنه محاسباتی اینتگرال شأن نزول این کار چیه؟ دقیق بفرمایید شأن نزول این کار چیه؟ بچه ها اگر فی انالیتیکال باشه دقیقا این صفر میشه نه؟ اگر فی که جواب ماده انالیتیکال باشه به جاش بذاریم این مساوی میشه و صفر میشه آسفش یعنی صفر باسوله میشه ولی اگر فی نیومریکال باشه موقع که به جاش میذاریم این صفر نمیشه یک رزیجوالی به ما میده ما میانیم این به این رزیجوال در اصلا مختلفه بحث میدیم میگیم اینتگرال این رزیدوال های وزندار وزن منطقه اگر خواستید یه استدلال دیگری برای خودتون داشته باشید که این از کجا به دست من یه جوری استدلال کنید بگید آقا این دی آی دی دوی فی به دیکس و نه اینجور صفره زب در نبگیان بشه صفر میشه اینتگرالش هم بگیری صفره این هم صفره اینجوری هم میتونید استدلال کنید دوباره یه بار دیگه مگه ما نداریم دی ای آی دی دوی ام به دی ایکس دوی موسای ام زیرو اگه این زیرو آوردیم اون طرف موسای صفره در دی ایکس هم ضربش کنیم هنوز صفره اگر در دبلیو ایکس هم ضربش کنیم باز هم صفره اینتگرالش هم صفره پس بنابراین موسای صفر این استپ یک استپ دو البته براتون این نکته الان جالبه تو تمام درس حساب تغییرات قادر بودید اینو تبدیل به این کنی امروز اومدیم بهتون میگیم چجوری اینو تبدیل به این کنی چون این الان ملکه شده دیگه براتون میدونید این چجوری به این تبدیل رو کنید ولی الان میخوام امروز بگیم چجوری این رو تبدیل به این کنی استپ دو میان این رو در این ضرب میکنیم و از اینتگریشن بای پارت استفاده میکنیم نصف از این مشتق رو از این برمیداریم میذاریم روی پس بنابراین اگر چنانچه من یک بار که باز نویسی این رو بکنم باید اینجوری بنویسم بنویسم اینتگرال از صفر تا ال بی آی دبلیو ایکس دی دوی فی به دی ایکس دو دی ایکس منهای اینتگرال از سلتا ال ام زیرو در بلوی ایکس دی ایکس کار خواستی نکردم فقط ضرب کردم در بلوی ایکس در جملات داخل برکت ضرب کردم حالا این یکی رو میام درجه مشتق رو تقسیم میکنم نصفشو میدم به دبلیو نصفشم رو خودش میذارم الان روزو باید بگم ای آی یا اول دبلیو دبلیوی اکس رو بگیرم یوی اکس و ای آی دی دوی فی به دی ایکس دو رو هم بگیرم دی ای این دی ایکسش هم باید بزنیم عملا با این نامگذاری که انجام دادم این میشود یو دی قبول بر اساس اینتگریشن بای پارت باید بنویسم یو وی من های چی؟ وی دی یو منطقه پس اول برم دی یو و وی رو هم به دست دارم این میشه بردی دی دبلیو
به dx در dx مساوی با du. این هم می شود dy dv به dx مساوی با v. بریم جا بزنیم کنیم uv می شود ای آی دبلیوی ایکس دی فی به دی ایکس مناسب شده از صفر تا ال منهای اینتگرال از صفر تا ال وی دی یو ای آی دی دبلیو به دی ایکس دی فی به دی ایکس دی ایکس. کلی دو جمله معادلیه اینتگریشن برای پارت انجام شد. حالا همونجا هم یه اشاره بکنم که مقدار آمادگی ایجاد بکنم. مسئله ما الان یه بعدیه، قبوله؟ x خالی. اگه مسئله ما دو بعدی بود اینتگریشن بای پارتمون میشه گوس تیورم. و اگر چنانچه سه بعدی هم بود باز امکان تبدیل اینتگرال با استفاده از اینتگریشن بعد پارت و سه بود هم میسر هست. قضیه گرینگ تیوره یا دو بودی گرینگ تیوره سه بودی گوس تیوره یکی از دانه داره. بعدی هم خودشو میگیسیم منهای صفر تا ال. البته این هم نوشتن هم که نوشتم M0 WX DX مساوی صفر. بچه ها این WX که اینجا انتخاب کردیم تابع وزنی که انتخاب کردیم برای که کار رو جلو ببریم میگیم این دبلیوی اکس همون وریشن فیه. پس بنابراین اینجا می نویسم where دبلیوی اکس که انتخاب شده اینجا همون وریشن فی هست در اکس های مختلف. حالا ممکنه یکی بگه چرا شما همچی کاری رو میکنی؟ میگم سب بدید ادامه میدیم ببینیم کجا میتونیم دیفرنشال فرمولیشن تبدیل به وریشنال فرمولیشن یا کنشمند بکنیم که در واقع بعدم اون کنشمنده میشه استرن انرژی ذخیره شده در تیر، همون انرژی ذخیره شده در تیر. خب اگر چنانچه من اینجا باشم و بخوایم یه مرحله دیگر کارش رو برای اینکه استپ دو تموم بشه این هست که بگیم اینجا که هستیم بیام شرایط مرزی رو اعمال کنیم. شرایط مرزی مگه ما داده شده؟ بله شرایط مرزی ما داده شده. چون شرایط مرزی به ما داده شده بیایم اعمالش بکنیم. اینجا هست که حساب تغییرات وارد معمول میشه. لطفا یه لحظه تعامل کنیم. مگر ما دبلیو ایکس نگرفتیم وریشن فی؟ یعنی اینجا دبلیو ایکس وریشن فیه.
یعنی من اینجا باید بگم چی؟ اگر چند چیه بار دیگه بخوام بنویسمش، باید بنویسمش ER W در A DFE به DX در L. یه بار L بذارم، یه بار چی؟ EI W در سر دیه فی به دیه اکس در اکس مصاحب و سر. این میشه باز شده این بقیهش هم خودش. الان باید دیجنه که میزنه منان توی باز کنید باز نمیستواده کنید دبلیو در ال مطابق این رابطه میشه و بلیشین فی در ال. اگر چنانچه فی در اکس و ال به ما داده شده باشه بلیشین شده صفر. اگر لازم نیست حتما اینا صفر باشه ها، حتی اگر عدد هم باشه باید بلیشین صفر. پس اونا باید این دو جمله چند میشه صفر باشه و ما میمونیم و این دو تا جمله، یعنی در این منفی ما اگر چند چیز ضربش کنیم میگیم اینتگرال از صفر تا ال ای آی دی دبلیو به دی اکس دی فی به دی اکس دی اکس مساوی با منهای اینتگرال از صفر تا ال ام زیرو دبلیوی اکس دی اکس. در این منفی ضرب کردم میره همین طرف نگه داشتم و یکم بردم شد برم. پس استپ دو میشود اینتگریشن بای پارت و اعمال شرایط مرزی فعلا هم رو کل دومین. خواهش بکنم دقت بکنید رو کل دومین هست، یعنی حدود اینتگرال اون از صفر داره. استپ سه جملاتی که هم دبلیو دارن هم فی دارن اسمشون میذاریم بای فانکشنال کا یادتون هست که بای فانکشنال یعنی چی؟ لاگرانجیان with more than one dependent variable کا مساوی هست با کدوم یک از اینا هم فی داره هم دبلیو؟ اولی. دومی فقط دبلیو داره. پس ما برای این میشود از صفر تا هل دی آی دی دبلیو به دی اکس یه فی به یه اکس یه اکس. جملاتی که فقط دبلیو دارن اسمشون میذاریم جه. خانم از خودم پرسید گفتش بایلینیر چیه؟ بای فانکشنال چیه؟ حالا این کار که درش دو تو آرگومنت به کار رفته میگیمش بای فانکشنال. بای یعنی دو، فانکشنال یعنی یک فانکشنالی که دو تو متغیر تابعی داره. کار باید دو تو شرط داشته باشه. اینجا هست که میگیم مورو میگیم گردو گردو
که باید دو تا شرط داشته باشه، جه باید یه شرط داشته باشه تا بتوانی از توی این یک کنشمند در بیاری. شروطی که باید که داشته باشه اینجا می‌نویسم. شرط اول که باید سیمتریک باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر جای دبلی و فی را عوض کنیم اتفاق خاصی نیفته. سیمتریک بودن که یعنی که دبلی اکس و فی اکس با که فی اکس و دبلی اکس یکی باشه. پس یعنی پس اگر چنانچه شما اینجا اینو بکنید فی اینو بکنید دبلیو اتفاق میفته؟ نه، فقط چه اینا رو عوض کردید، ضرب هم که یعنی میتونید دو ضرب در سه با سه ضرب در دو یک. پس بنابراین چون این شرط برقرار هست پس بنابراین میگیم سیمتریک. ولی هنوز فعلا بای فانکشنال، هنوز بای لینیر نشده. شرط دوم که باید بای لینیر باشه. بای لینیر بودن یعنی چی؟ یعنی اگر چنانچه شما این دبلیو ایکس رو تبدیل کردید به آلفا یو به زاره به تابی، باید بتوانی این رو بنویسنش آلفا فلان اضافه بتا فلان. بعد فانکشنال که بعد لینیره اگر ما بتوانیم این رو اینجوری بنویسیم، حالا اگر چنانچه فی رو هم مشمول این قاعده قرار بدیم باز باید همین بشه. برای بای لینیر بودن یعنی هم نسبت به دبلیو باید لینیر باشه، هم نسبت به فی، هم نسبت به هر دو تاش. که اگر چنانچه این دو شرط برقرار بود و این شرط هم برقرار بود ما می توانیم به قرمزش می نویسم اینو می تونیم اسم کار عوض کنیم. یه اسم دیگری بهش بدیم. این اسم همون از حرف اول بایلینیر گرفته شده. بیه دبلیوی اکس و فی اکس. جای دبلیو فی نه هست. خب اگر
و یه جور دیگه نمیشه بگیم میسیمتری. خانم مهندس میپرسن میگن موردی هم داریم؟ بله، اگر چنانچه موردی فینانسیلتون یک مشتق محبوبی فرق درش به کار رفته باشید دیگه نمیتونید که انتگریشن باید پارت انجام بدید. تازه اگر انتگریشن باید پارت انجام بدید مشتق اصلی بند میذارید رو، یعنی اون گرفتار میکنید، اون آزاد میکنید، بعد سیمتریک نیست. نگاه کنیم اگر یه جمله اینجوری داشته باشی توی مورد استرانفوربتون، مشتق مرتبه فرق داشته باشی، خب باید در دربیلی رو ضربش کنی ها؟ بعد باید حالمت فرمان جمطوره دارم چیز میکنیم توی عبارته، بعد باید انتقال از بگیریم اینتگریشن باید پارت انجام میدید. اگر اصرار به اینتگریشن باید پارت داشته باشید میاد مشتق از این بند داره میذاره که این آزاد میشه. آیا بعد این میتونید نشون بدید که جای دبلی و فی رو عوض بکنی سیمتریک؟ نه، الان همینجا شما اگر از چند جای دبلی و فی رو عوض بکنید این میشه فی، این میشه دیه، دبلی به دیه این اون یکیه. نو وی، یه جورایی من خیالتون راحت کردم که کجا نمیتونیم ها؟ مشتق به فرق به کار رفته باشه به استرانفور نمیتونیم تبدیلش بکنیم به برای استرانفور بشه. جی فانکشنال ما او بای فانکشنال هست که ای فانکشنال هست، باید یه شرط داشته باشه، لینیر باشه. جی آلفا یو به اضافه بتا بی اگر بتوانیم بنویسیمش آلفا جه یو ایکس به اضافه بتا جه وی ایکس میگیم مجاز هستیم اسم جه رو عوض کنیم اگر این شرط داشت. بریم ببینیم داری یا نداره. البته هم بارایی هم میدونی چه کنتا چکار باید کنیم؟ باید به جای دیدن به جای دبلی و زالفایی و زالتابی بازش بکنید برگنید میشه یا نمیشه. اینجا هم اگر چند به جای دبلی و زالفایی و زالتابی بینیم میتونیم به صورت آلفا جیه یوی ایکس به اضافه فتا جیه یه ایکس نمیسیش. پس نوارین اسمش عوض میشه میشود من باز به قرمز اگر چند چه بنویسم اگر لینیه بود ما میتونیم در جی دبلیو ایکس رو اسمش عوض کنیم بنویسیمش ال دبلیو ایکس. خب نتیجتاً کا تبدیل به بی شد با داشتن این دو تا شرط، جی هم تبدیل به ال شد با داشتن شد هم کا با جی برابر بود. چرا کا با جی برابره؟ چون نامگذاری کا هست که جه هست، کا با جه برابره، پس نوبره بی هم با ال چطوره؟ برابر. پس نوبره اینجا میتونیم بنویسیم بیه دبلوی ایس و فی ایس مساوی با ال دبلوی ایس. ببینید چجوری کا به بی جه هم به ال تبدیل شد. حالا من نشون میدم اینجا از اینجور به بعدی فرمولی که می‌نویسم رو دیگه باید مصداقی ثابتش بکنیم، کلی نمیتونیم ثابتش بکنیم.
اگر چنانچه توانستیم کار ببین و جلو به دل تبدیل بکنیم، از توی این میتونیم یک کنشمند بسازیم. این کنشمند فرمول کلیش اینه، آیه تا به دستش میارم من فی اکس مساوی با یک دوم بی فی اکس در فی اکس منهای ال فی اکس. این رو من نمیتونم به صورت کلی ثابتش بکنم، ولی به صورت مثالی میتونم ثابتش بکنم که چرا اگر همچین رابطه داشتیم از توی این میتونیم این کنشمنده رو بسازیم. قبل اگه این چی گفتیش خب آیا بدینی آیه فی مساینه این بی چیکارش کنم، این دل چیکارش کنم، باید بریم با تجربه توانیم هر جایی در بگی داریم فی بذاریم تو علم، هر جایی که در بگی داریم فی بذاریم، چون نقصش نوست شد دیگه، این شد بی، این هم شد چی؟ خب من یه تکی از کجا رو پاک کنم اینجا آیا تو این بی داخل کرشه دوتاش فی باید باشه؟ بله گفتم این دیگه عملا همینه، اینجا اگه بی و یه مسایل بود با های گذر از این بگین این از هر جا در بگی دارم فی بزنم و اینجوری بنویسمش. حالا دلیلش، دلیلش من اول نتیجه اینو بنویسم اینجا، نتیجه این که چی میشه و بعد بگم چه طوری به این رسیدیم. آی از فانکشن آف فی اکس مساویه یک دوم اینتگرال از صفر تا ال، باید به جایی در بلو بزنم فی می شود ای آی دی فی به دی اچ به فرمان دو ضرب در دی اکس. چکار کردم؟ به جای دی دبلیو به دی اس گذاشتم دی فی به دی اس، یه یک دوم هم تو فرمول بود به جاش گذاشتم. بعد منهای اون خود ال هستش منهای فلان، پس میشه به اضافه اینتگرال از صفر تا ال ام زیرو فی اکس دی اکس. چون حدود اینتگرال برای هر دو تاش یکیه، میتونم با رعایت این یک دومی که جلوش میشه اینم در یه دو ضرب کنم تو یک دوم ساده بشه، هر دو تا رو توی اینتگرال بنویسم، بنویسم آی فی اکس مساوی با یک دوم اینتگرال از صفر تا ال ای آی دیه فی به دیه اکس به توان دو به اضافه یه دو تا ام زیرو فی اکس بسته فی اکس. من قبل از اینکه برم چگونگی رسیدن به این رو براتون بگم برای این استاقه، برگردم به حساب تبدیل. خواهش کنم دقت بکنیم، این خیلی نکته مهمیه خانم مهندس، حواست به منه؟ اگر اینجا هستیم که اسنان فرم داریم، میگیم دنبال فی هستیم که توی رابطه صادق باشیم. اینجا نمیگیم اینجا دنبال فی هستیم که توی رابطه صادق باشیم، اینجا میگیم دنبال فی هستیم که آیا رو کمی نمیگیم. این همین لابرانجیانه، این هست که اگه چنانچه از رابطی که پاکش کردم استفاده بکنیم، اینو بگیریمش F
اگر چنانچه بریم از اول لاگرانژ استفاده بکنیم، نفرمون باشه، بریم از اول لاگرانژ استفاده بکنیم، اون دست میاد. چطوری؟ مشتق F نسبت به فی. چقدر بچه ها؟ مشتق F نسبت به فی پرایم. این هستش فی پرایم به توان دو مشاهده دیگه همه تون حالا مهندس علمانه متوجه میشه که چرا حساب تغییرات پیش نیازه فاینات لیمیت. فی پرایم به توان دو مشتقش نسبت به فی پرایم میشه چی؟ دو تا فی پرایم، یعنی دو تا دی فی به دی ایکس. در یک دوم دو دوشم زده میشه، میشود ای آی دی فی به دی ایکس، نم فی پرایم. حالا بگید چه یه اویلر لاگرانژ بذاره. اویلر لاگرانژ چی بود؟ خودش مشتق F نسبت به فی منهای دی به دی ایکس مشتق F نسبت به چی بچه‌ها؟ میشود N0 به جای این ای آی چی تو شد؟ خورده میشه. نه نه خورده من این باید زد میشه من حالت بی به بی ایس ای آی ای دوی بی بی به بی ایس یه همونه ای آی ای دوی بی بی ایس نوسه ام زیرو. و اما چرا؟ اینجا بودیم که گفتیم میام دبلیو رو تبدیل به چی میکنیم؟ به فی. منتها اگر اینجا هستیم باید از این استفاده کنیم تا بتونیم به صورت تدریجی اون رابطه خودمون درای کنیم. من با اجازهتون تکر بیدم به شرایط پس پاک میکنم. میام به جای کا یعنی همین صفر تا ال ای آی به جای دبلیو میذارم وریشن فی. پس میشود دیه به دیه اکس وریشن فی دیه فی به دیه اکس دیه اکس مساوی با منهای اینتگرال از تا ال ام زیرو وریشن فی از فانکشن آف اکس دی ایکس. تنها کاری که کردم آمدم به جای دبلیو چی گذاشتم؟ وریشن فی گذاشتم. خب یاد گرفتم تو حساب تغییرات میتونم جوی این جانوره رو با این جانوره چیکار کنم؟ عوض کنم، یعنی بنویسم اینتگرال از صفر تا ال ای آی برای دی فی به دی ایکس هم اول می‌نویسیم دی فی به دی ایکس وریشن دی فی به دی ایکس دی ایکس. مساویه با منهای وریشن هم میتونیم بیاریم بیرون چون ام زیرو ثابته صفر تا ال M0 فی ایکس.
یه لحظه از باز خواص وریشن ما اگر چنان چون تو دیفرنشال کلکولس داشته باشیم بی دی وی بچه بی دی وی چجوری میتونی بنویسیم؟ میتونیم بنویسیم شکل دوم بی وی دو نه؟ یک دوم بی وی دو حالا اگر داشته باشیم بی وریشن بی این ها میتونیم برسیم یک دوم برنشین ویدو حالا فرض کنیم ویدو دیفی به دی اکس ای پس این ها میتونیم برسیدش اینتگرال صفر تا ال یک دوم ای آی برنشین دی اف تی به دی ایس به تمام چقدر؟ دی ایس مساوی و منهای وریشن از صفر تا ال ام زیرو فی ایس دی ایس حالا من این وریشن رو میتونم بیارم بیرون چون یک دومه ای آی چطوره؟ ثابته بعد این هم میارم این طرف وریشناش هم فاکتور میگیرم پس میشه بعد وریشنه اینجا این اینتگرال یک دوم اینتگرال از صفر تا ال ای آی دی بی به دی اکس به توان دو دی اکس به اضافه اینتگرال از صفر تا ال ام زیرو فی اکس دی اکس مساوی با صفر حالا اسم کل این رو بذارید آر میشه وریشن آی مساوی صفر پس خود آی اینه که وریشن صفر شده اگر کل این رو بگیرید آی البته این آیه با آیه اکی نیست این آیه کنشمنده اون آیه مومنت آف انرژی هسته که مومنت آف انرژی هست وریشن آی صفر شده پس خدا آی اینه این آیه هم همینه دیگه برگردیم به این هشتا فرق خاصیته که توی هندهاتی که خدمتون دادم اشاره کردم خانم مهندس صادقی اولین خاصیت رو بخونه آقای دکتر من میتونم یه سوال بپرسم تا پیدا کنم تو خط سوم این از پایین اومدیم ما از بالا شروع چهار اومدیم ما وریشن فی رو آوردیم بیرون انداختیم پشت آنتن رو یه بار دیگه پشت این میگید چه اینجا که اول اومدیم دیگه دربی باشی وریشن سمت راستش اینجا هم به جای دبلیو باشه برش بده حالا اینجا چون امزی رو به چیز مرد های وکسینی هم داشت چون موقعی که برش نگیم در ایکس فریز شده برش نگیم و اگر امزی رو هم به ایکس پس نگی داشت باز میتونستیم برش بیاریم بیرون برش رو موردیم بیرون یعنی انتگرال برش با برش نه انتگرال چه فرق میکنه؟ نه 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 شما اینجا میگید نگاه کنید اگر چنانچه کجا این رابطه نگاه کنید هم رابطه بالایی از چیز بیاد بیرون بیرید تو حساب در رو اگر از نوتیشن و ریشن بخواید استفاده کنید شرط مانهایی بود از برای از صفحه و ریشن میگیرید دیگه نه؟ بعد میگید و ریشن آی میشه و ریشن ای بعد و ریشن ای میشه و ریشن اولی بعد و ریشن دومی بعد و ریشن برای داخل بفرمایید. فقط بخونید تا تفسیرش کنید. چون تفسیر مهمه. و بعد اگه خواستید یه داره که چون یه تعدادی از عزیزان بلقوه‌ای که بعداً این مجموعه رو می‌بینن اون فایل‌ها دسترسی ندارن. به فایل‌هایی که برای اجازه نفر فرستادی. حداقل بگیم یه جوری هم بگید که صداتون بشنوند توی
اولی، هشت حسن، حسن اولی. Derivatives of order lower than that of a differential equation. As a result, an approximate solution can result in a larger class of competing functions. What does that mean? مفهوم این جمله چیه؟ الان من دور این خط میکشم، این differential formulation منه، دور این هم خط میکشم، این هم variational formulation من. variational formulation، differential formulation. حسن اولی میگه چی؟ میگه همیشه درجه مشتق تو variational formulation کمتر از درجه مشتق توی differential formulation. خب بپرسیم ببینیم هست یا نه. اینجا درجه مشتق چقدر تو differential formulation؟ دوه. اینجا درجه مشتق چقدر دفت میگه؟ یک. خب what would be the implication؟ پیامد ناشی از کاهش مشتق چیه؟ اگر چنانچه شما اینجا دنبال پاسخ تقریبی بگردی، یعنی ما خود مستقیماً معادله اسلام فرم رو تقریبی بکنیم، باید تابع تقریب شما هم خودش هم مشتقش پیوسته باشه تا مشتق دومش وجود داشته باشه. ولی اینجا چی را یه تابع تقریب به خود بذاریم؟ اگر چنانچه از حضورتون اینجا بخوای بحث پیوستگی رو مطرح کنید، فقط کافی خود تابع پیوسته باشه. بچه ها اگر چنانچه شما اینجا برید تابع تقریبتون خطی بگیرید، چیزی گیرتون نمیاد، چون مشتق دومی صفر میشه. ولی اینجا میتونید تا به تقریبتون خطی بگیرید. روشنه؟ پس بنابراین حسن اول variational formulation این هست که ببینید یه موقع شما ببخشید داره دو نفرم خانم هستن، من اشکال نداره این مثال میزنم که همه مقدار تحریک بشن، میخواد خواستگاری کنید. اگر زنی دنبال مرد، اگر مردی دنبال زن، یه سری شرط میذارید، هرچی شرطاتون بیشتر باشه تعداد انتخاباتون چطوره؟ کمتر میشه. اینجا چند تا شرط میذارید؟ دو تا شرط میذارید، تعداد انتخاباتون کمتر میشه. اینجا چند تا شرط میذارید؟ یه شرط میذارید. اینجا با انتخابات بیشتری مواجه هستید تا اینجا. افتاد یا نیفتاد؟ خواهی من شریفی دیگه بهتر از این مثال هم درستیم بذاریم. شما اینجا هم باید تابعتون هم مشتقش پیوسته باشه تا مشتق دوم وجود داشته باشه. اینجا از یه تابع خطی نمیتونید برای تابع تقریب استفاده کنید، چون دوباره که از مشتق میگیرید میشه صفر. ولی اینجا اگر شما تابع تقریبتون خطی بگیرید میتونید. منتها ملاحظات دیگری هست که به شما اجازه تابع خطی گرفتن، ولی از منظر پیوستگی میتونید تابع تقریبتون رو خطی بگیرید. این میشه حسن اول گذر از differential formulation به variational formulation. پنج دقیقه دیگه من قضیه رو ختم میکنم. سرکار خانم مهندس صادقی حسن رو conversion from differential formulation into variational formulation would help identifying the range of potential boundary conditions for which the differential formulation can be subjected to. منظور از این جمله چیه؟ خیلی مهمه. این جملات یه جملاتی هست که باید باز بشه. شما خودتون مشاهده دیگه یه عمری از اون گذشته میدونید که بعضی از مراجعی که نگاه میکنی هرچی یه جمله رو میخونید متوجه نمیشید چی چی میگه. یک بار براتون بازش بکنه. من مفهوم این جمله این هست که شما باید که میرید استپ یکی که مشکل ندارید باهش، که میاد در یه تابه وزنی ضرب میکنید و از سفتایل یا کل دامنه مصبات اینتگرال میگیرید، توی قدم دوم میاد از اینتگریشن بایپاس استفاده میکنید.
حسن دوم میگه موقعی که میخواید از دیفرنشیال فرمولیشن به دیفرنشیال فرمولیشن گذر کنی یا به اینتگرال فرمولیشن گذر کنی روی کل دامنه محاسباتی، در این اینتگریشن بای پارت گرفتن شما میتونید به شرایط مرزی بالقوه‌ای که میتونید تندر بدید دسترسی پیدا کنید. مفهومش چی میشه؟ مفهومش این میشه که شما الان میگید اگر W خواهش کنم دقت بکنید، اگر چنانچه W همون وریشن فی باشه و به جایی که فی بهتون اسپسیفای شده باشه اسپسیفای نشده باشه، درچه وریشن صفر نیست، ولی که شما این تکه رو صفر بکنید که من اونجا بازش کردم، اگر چنانچه وریشن فی در این صفر نبود، اگر وریشن فی در صفر هم صفر نبود و شما خواستید کار جلو ببرید، باید تکلیف رو روشن کنید. خب تکلیف این که نمیتونیم این پوزش کنیم که صفر بشه، باید بریم ببینیم اگر فیلم داده نشده پس چی به ما داده شده. لطفا دقت بفرمایید، این خیلی مهمه. اگر به ما فی در اکس و سر داده نشده پس باید یا شرط مرزی نوع دو باشه یا شرط مرزی نوع سه باشه. اگر شرط مرزی نوع دو باشه یعنی چی به ما داده شده؟ سکن، یعنی سکن داره منی به ما داده شده. مثلا اگر هم در اکس مسای سه هم در اکس مسای ای توی یه مسئله توی اینجوری نمیتونه سکن داره به ما داده بشه، سکن داره به ما داده شده باشه یعنی دیفی به دی اکس در سه و دیفی به دی اکس در یه به ما داده. اما بیاشون میذاریم. خب این یه پیامد دیگری هم داره، اون پیامده حتی از این مهمتر چست من پرمانی که میخونم جمعش کنم این جلسه تمام کنیم تو ذهنتون این باشه که در گذر از دیفرنشیال فرمولیشن به وریشنال فرمولیشن ما قادر هستیم شرایط مرزی بالقوه برای مسئله به دست بیاریم. اگر این W در A و W در C به ما داده نشده باشه باید اطلاعات در آن تو با این به ما بدن، اگر ندن نمیتونیم حل بکنیم، یعنی مسئله یونیک نیست جوابش. پیامد ناشی از دلینه کردن تعیین کردن شرایط مرزی بالقوه برای مسئله این هست. میگم و میگم یعنی یا سکندری داده باشه یا شد باشه یا ترکیبی از سکندری داده شد باشه، موقعی که بریم تبدیلش به دیفرنشیال به وریشن و فرمولیشن کنیم شرایط مرزی نوع دو و سه این بدل میشن توی وریشن و فرمولیشن. توی درس قبلی که تو امتحانم دادیم اگه بعض وقتا یه به اضافه اینجا میذاشتیم یه به اضافه فلان اینجا میذاشتیم یه به اضافه فلان هم شرایط مرزی چی بودن؟ دوم یا سه. بیشتر از این روی جلسه روز سه شنبه صحبت میکنیم که آشنا بشید، چون من مهندس خواب از جلسه بردم دارم و من مصابه خواب نشید. من سپاس گذارم.